بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شاگردان عزیزم. چطور هستین؟ حال احوالتان چطور است؟ خب امیدوار هستم که خوب و سر حال باشین، سلامت و شاداب در کنار خانواده های محترمتان زندگی را سپری کنین. شاگردای عزیزم، به درس امروز خوش آمدین. امروز هم با یکی دیگر از موضوعات کتاب کیمیای صنف 12 در خدمت شما شاگردان عزیزم هستم. امروز قرار هست که ما یک فصل جدید از کتاب کیمیای صنف 12 را انشاءالله شروع بکنیم. فصل 4 کتاب کیمیا را آغاز میکنیم. خب شاگردای عزیزم، درس هایی که در جلسات گذشته آموختید را انشاءالله که خوب یاد گرفته باشین. همچنان در جلسه گذشته من برای شما یک وظیفه داده بودم و او همی بود که شما قرار بود فصل 3 را با دقت دوباره تکرار کنین، خط به خطش مرور کنین، بخوانید و سوالات 4 جوابتان حل بکنید. این کار انجام دادین؟ بله یا نه؟ خب مطمئن هستم که کار انجام دادین. من به شما باور داریم شاگردای بسیار زحمتکش و لایق و درسخوانی هستین و وقتتان را بیهوده صرف نمی کنین. خب شاگردای عزیزم، امروز گفتیم که قرار هست که ما فصل 4 کتاب کیمیای صنف 12 را به امید خدا آغاز بکنیم و در این فصل هم مانند فصل 3 موضوعات خیلی جالب، خیلی خوب و دلچسبی را یاد میگیریم. خیلی معلومات خیلی خوبی را در رابطه با بسیاری از موضوعات کیمیایی از جمله هیدروکاربن ها ما میتونیم که یاد بگیریم. خب پیش از اینکه ما بپردازم به درس، اگر یادتان باشه ما در فصل 3 هیدروکاربن ها را یک تقسیم بندی کرده بودیم. یکی از تقسیم بندی های هیدروکاربن ها، یکی از دسته های بزرگ هیدروکاربن ها، هیدروکاربن های الیفاتیک بود و خود هیدروکاربن های الیفاتیک باز 2 می شد. یادتان است؟ بله، مشبوع و غیر مشبوع. هیدروکاربن های الیفاتیک مشبوع و هیدروکاربن های الیفاتیک غیر مشبوع. باز هیدروکاربن های الیفاتیک مشبوع هم 2 می شد، الکان ها و سایکلو الکان ها. امروز ما می خواهیم درباره الکان ها صحبت کنیم. می خواهیم یاد بگیریم که الکان ها اصلا چی هستند، چگونه یک ساختمانی دارند و با بعضی از مرکباتش آشنایی پیدا می کنیم و همینطور یک مفهوم جدید به نام ایزومیری را امروز یاد می گیریم. ایزومیری را می خواهیم در الکان ها برای شما شاگردان عزیزم معرفی کنیم. خب آماده هستین به درس امروز؟ بریم بخیر سراغ درس جدید. ما امروز می خواهیم چی را یاد بگیریم؟ در رابطه با الکان ها می خواهیم صحبت بکنیم. الکان ها. شاگرد عزیزم، الکان ها در واقع هیدروکاربن های مشبوع از دسته الیفاتیک هستند که دارای زنجیرهای چی هستند؟ کوتاه و طولانی از کاربن هستند که در الکان ها کاربن 4 رابطه سیگما داره. به عبارت روابط کاربن کاملا مشبوع هست. در الکان ها شما روابط دوگانه و سگانه را نمی بینین. همه روابط چی هست؟ یگانه هست. فرمول عمومی که ما برای اولا با نام الکان به این شکل نوشته میشه، الکان. ببینید؟ الکان پسوندی که نامش داره AAANE هست. پس پسوند نام الکان ها، یعنی در واقع یک پسوندی که به نام هیدروکاربن ها اضافه میشه تا تبدیل به الکان شود، AAANE هست. خب اینجا پسوندش جدا نوشته میکنم. پس پسوند برای نام الکان ها چی هست؟ الکان ها ANE هست. فرمول عمومی الکان ها، شاگرد عزیز، فرمول عمومی الکان ها، فرمول عمومی الکان ها CnH2n جمع 2. CnH2n جمع 2. خب به عنوان مثال اگر ما یک الکان را اینجا مثال بزنیم چه قسم میشه؟ مثلا دوباره نوشته میکنم، سی فرزند 2 باشه. سی وقتی 2 باشه، هیدروژن 2 ضرب n جمع 2. 2 ضرب 2 4، 4 جمع 2 6. پس هیدروژنش چند کار چند دانه است؟ 6 دانه است. خب CnH2n جمع 2، سی 2 هست، هیدروژنم چی میشه؟ 2 ضرب n، n چند بود؟ 2. 2 ضرب 2 4، 4 جمع 2 6. سی
شش. خب یک مقداری کوشش کنیم که کربن را به اندازه هیدروژن آل اصلاح شد. C2H6. خب پس پسوند الکان ها ANE هست. فرمول عمومی CnH2n جمع دو هست. الکان ها از جمله مرکبات مشبوع هیدروکربن ها هست که کربن ها همیشان دارای روابط یگانه هست. اگر من بخوام این الکان را اینجا برای شما نوشته بکنم، به این قسم هست کربن، دو کربن دارن کربن. همیشه گفتیم که در اطراف کربن چهار رابطه باید تکمیل شود. خب چند هیدروژن داره؟ شش هیدروژن داره. خب یک رابطه کربن با کربن داره، رابطه سیگما، و هر کربن ما هم چی داره؟ سه رابطه همراه سه هیدروژن برقرار میکند. خب ببینید، شما ببینید کربن، این کربن و این کربن، هر دو کربن روابطش کاملا روابط چی هست؟ سیگما یا روابط یگانه هست. خب روابط کاملا مشبوع هست و به همین لحاظ هست که هیدروکربن ها، معذرت میخوایم، الکان ها زیادتر تمایل به روابط چی دارن؟ به روابطی که تعویضی دارن، یعنی دوست دارن که اتم هیدروژنشان با بعضی از اتم های دیگه مثل کلورین، اکسیژن و سایر اتم ها چی شود؟ تعویض شود. اینها علاقمندی به روابطی در واقع روابطی ندارند که بخوای چیزی و اینها یا اتمی و اینها اضافه شود، بلکه اینها بیشتر دنبال روابط تعویضی هستند. خیلی خوب، این شما خصوصیات ویژگی هایش باز ما مفصل در درس های آینده میخوانیم. در این درس فقط شما راجع به ساختمان الکان ها و ایزومیریشان باید معلومات کسب بکنید. خب شاگرده نازنینه، حالا میخوایم ببینیم که خب اولین الکان چی هست؟ اولین الکان چی هست؟ متان. متان به این شکل نوشته میشه CH4 و ساختمانش هم به این شکل هست. در قسمت هایبریدیزیشن برای شما متان را ساختمانش را معرفی کرده بودم، یادتان میاد؟ بله، ساختمانش چی بود؟ چهار وجهی بود. یعنی در واقع اصلا متان یک ساختمان داره: هیدروژن، هیدروژن، هیدروژن و هیدروژن. زاویه رابطوی چند درجه بود شاگردای عزیزم؟ 109.5 درجه. و حالت اسپی یا حالت هایبریدیزیشن برای اتم کربن اسپی 3 بود، چون اتم کربن در اطراف چهار ساحه الکترونی داره، چهار رابطه را برقرار میکنه. حالت هایبریدیزیشنش اسپی 3 هست. یک در واقع میتونیم بگوییم که یک اوربیتال اس از قشر دوم کربن با سه اوربیتال پی قشر دوم هم سطح انرژی میشن و چهار اوربیتالی که هر کدام نامهایشان اسپیسی هست را میسازن و بعد با اتمهای هیدروژن تداخل اوربیتالی را انجام میتن و رابطه های یگانه را برقرار میکنن. مثل میتان تمام الکان ها چی هست؟ به همین شکل زوایای رابطویشان 109.5 درجه، حالت هایبریدیزیشن کربن اسپی 3 هست و شکلش هم چی هست؟ چهار وجهی هست. پس اینجا شکل چی هست؟ چهار وجهی. شکل مولکولی یا فرمول ساختمانیش یا همون ساختمانش چی هست؟ چهار وجهی هست. خیلی خوب، من اینجا میتونم مدل متان رو برای شما شاگردای عزیزم نشان بتم. خب پیش از اینکه من مدل متان رو نشان بدم، یک چیزی در کتابتان گفته راجع به ساختمان متان. ببینید کربن، اگر شما این رو روی یک سطح در نظر بگیرید، یک هیدروژن اینجا، یک هیدروژنشام اینجا. ببینید این هیدروژن و این هیدروژن روی سطح قرار داره. خب اینا هیدروژن ها، این روابطی است که روی سطح قرار دارند. خب بعد یک هیدروژن دیگه پیش رویش است که این که پیش روی هست ما به این شکل نشان میدیم، به این شکل. یه هیدروژنی هست که یا رابطه ای هست که پیش روی کربن است. یک رابطه دیگه پشت سر است شاگردای عزیزم که این رو میتونم به این شکل نشان بدم. این رابطه چی هست؟ پشت سر هست. خب پس دو رابطه میتان در روی سطح، در روی صفحه هست. یک رابطه پیش روی صفحه و دیگر رابطه پشت سر صفحه هست. این رو میگه پشت سر صفحه، این پیش روی صفحه، و این روابطی هست که در کجا هست؟ روی صفحه قرار داره، روی صفحه. خب این رو میتونم در مثال برای شما نشان بدم. ببینید این چی هست؟ ساختمان میتان هست. شما دقت بکنید،
در ساختمان میتان اگر به این شکل ما برای شما قرار بتون ببینید این رابطه این هیدروژنی که رابطه برقرار کرده و این هیدروژنی که رابطه برقرار کرده این دو رابطه در روی صفحه است. ببینید دست مگه من به این قسم قرار بتون دست من میشه سطح. ببینید دو رابطه در روی سطح هست. دقت کردید؟ یک رابطه پیش روی هست. این رابطه پیش روی است. این رابطه ای که پیش روی هست، این رابطه ای که پیش روی صفحه هست. و یک رابطه پشت سر است. این رابطه ای که پشت سر است، این معمولا اگر شما در کتاب‌هایتان هم رسم دیده باشین رسم میشه، این رابطه رو یک مقدار کوتاه نشان میده چون پشت سر است. این ساختمان فضایی میتان به این شکل هست. اما در داخل کتاب ما نمیتون میره به این شکل نشان بده. این رابطه کوتاه‌تر نشان داده میشه. درست شد شاگرد عزیز؟ خب شاگرد عزیز، این چی هست؟ میتان بود. حالا اگه من با شما چی رو نشان بتم؟ ایتان رو نشان بتم. دومین مرکب چی؟ از سلسله الکان ها که دو اتم کربن داره و به هر اتم کربن سه اتم هیدروژن وصل است. دو کربن، سه هیدروژن، C2H6 که بیشتر ساختمانش هم برای شما رسم کرده و فرمول مولکولیش هم نوشتم. خب شاگرد عزیزم، سلسله الکان ها از میتان شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا الکان هایی که خیلی زنجیرهای طولانی دارن. یک نکته رو بگویم که هر الکان از الکان قبلی به اندازه یک CH2 تفاوت دارن، بنابراین اینها چی هستن؟ همولوگ یک دیگه خود هستن. ببین مثلا میتان CH4 هست، میتان. ایتان C2H6 هست. تفاوت میتان از ایتان چقدر هست؟ به اندازه یک CH2. یعنی اگه به این شکل نوشته بکنیم جمع یک CH2 میشه تا چی رو بسازه؟ میتان رو بسازه. درست شد؟ خب پس تفاوتشان به اندازه یک گروه CH2 هست. به همین خاطر میگیم که الکان ها همولوگ یکدیگه خود هستند. دیگه نکته ای که در بخش الکان ها باید یاد بگیرید، میریم سراغ چی؟ سراغ ایزومیری الکان ها. اول میخوام ببینیم اصلا ایزومیری چی هست؟ ایزومیری چی هست؟ قبلا بر شما کار کرده بودم، تعریف ایزومیری رو گفته بودم. در قسمت فرمول مولکولی و فرمول ساختمانی اگر یادتان باشه ایزومیری رو گفته بودیم. ایزومیری الکان ها رو میخوایم که یاد بگیریم که چی هست. خب اولا ایزومیری ما به مرکباتی میگیم که فرمول مولکولیشان یکسان، فرمول ساختمانیشان مختلف باشه. فرمول مولکولی یکسان، فرمول ساختمانی مختلف، خواص فیزیکیشان هم مختلف هست. یعنی نقطه جوش، نقطه ذوبان و کثافتشان با هم فرق میکنه. مثلا من یک مرکب یک الکان را میگم C4H10 چی هست؟ بیوتان هست. 1 2 3 4 ایزومیری در الکان ها شاگرده عزیزم از مرکب، یعنی از کربن 4 شروع میشه، از بیوتان شروع میشه. خب هیدروژن ببینید یه زنجیر مستقیمش هست. خب حالا اگر ما بخوام این زنجیر رو میتونم به این شکل نشان بتون ببینید زنجیر منشعب میکنم، یعنی یک CH3 رو اینجا وصل میکنم. میبینید تعداد کربن ها و تعداد هیدروژن ها کم و زیاد نشه شاگرد عزیزم. همون تعداد کربنی را و هیدروژنی را که ای داره، همون تعداد ای داره. فقط ای از حالت اینجا زنجیر مستقیم بود و اینجا چی شد؟ از حالت مستقیم بودن برآمد، یک شاخه اضافه شد به اینجا. از آخر یک شاخه از اینجا جدا شد، آمد در این قسمت متصل شد. ببینید شاخه شاخه شد. این دو مرکب میبینید از نظر فرمول مولکولی هر دویشان با هم برابر هست. این هم چی هست؟ C4H10 و این هم فرمول مولکولی C4H10 هست. اما در فرمول ساختمانیشان با هم فرق دارن. این چنین مرکبات ما به نام ایزومیری میگیم و اینجا مرکبی از الکان که زنجیرش به این شکل مستقیم باشه به نام نارمل میگیم. اینو میگیم نارمل بیوتان که N بیوتان. خب نارمل بیوتان و وقتی که به این قسم باشه خب منشعب شوه میره به نام چی میگیم؟ ایزو بیوتان. خب از نظر خواص فیزیکی دو دانه با هم فرق میکنه. اگر شما در کتابتان ببینید نارمل بیوتان نقطه جوشش منفی 0.5 درجه سانتیگراد هست. نقطه جوش
چقدر هست؟ منفی 0.5 درجه سانتیگراد هست. ولی از ایزوبیوتان چی هست؟ منفی از ایزوبیوتان منفی 0.11 درجه سانتیگراد هست. ببینید از نارمل بیوتان نقطه جوشش بالاتر هست نسبت به ایزوبیوتان. درست شد؟ خیلی خوب. دیگه چیزی که باید اینجا بگوییم که کلن در حالت که نارمل باشه زنجیرهای الکان‌ها نقطه جوش بالاتری دارند و کثافتشان کمتر هست، ولی وقتی که به حالت منشعب باشه در این حالت نقطه جوش پایین‌تر هست، کثافتشان بزرگتر هست و سایر ویژگی‌های فیزیکیش شما در اینجا در جدول صفحه 52 می‌تونید که ببینید. خب یک نکته رو بگوییم که فرمول عمومی ما چطور میتونیم ایزومیری ها را پیدا بکنیم. خب ایزومیری یعنی فرمول خاصی برای ایزومیری ها هنوز کسی پیشنهاد نکرده، ولی خب بعضی فرمول هایی را که وجود داره و هم برای ایزومیری های کربن 4 تا چی هست؟ 4 تا 7 هست. خب برای کربن 4 تا 7 یک فرمول عمومی ما برای ایزومیریشان داریم، فرمول ایزومیری. او هم چی هست؟ 2^n = 16^1. و همچنان ایزومیری رو براتون بگویم، در الکان ها از کربن 4 شروع میشه، از بیوتان شروع میشه. قبل از اون ما ایزومیری نداریم. خب ما برای چی؟ برای فرضاً کربن 4 n تعداد چی رو نشان میده؟ تعداد کربن رو نشان میده. خب مثلا کربن 4 ما میخوایم برای چی؟ برای بیوتان ایزومیری جور کنیم. بیوتان ایزومیری هایش رو میخوایم پیش بینی بکنیم. بیوتان چند کربن داره؟ بله 4 کربن داره. پس میگیم 2^4 × 16. 2^4 چند میشه؟ 16. 16 × 16 میشه 1. 1 + 1 = 2. پس بیوتان چند ایزومیری داره؟ 2 ایزومیری داره. خب 2 ایزومیری. حالا اگه بخوایم برای پنتان بگویم، برای چی؟ برای پنتان. پنتان چند اتم کربن داره؟ 5 تا داره. پس 2^5 × 16 = 1. که اینجا 2^5 چند میشه؟ 32 میشه. 32 × 16 = 2. 2 + 1 = 3. پنتان 3 ایزومیری داره. همینطور الی 7 ما میتونیم که تعداد ایزومیری هایش با استفاده از فرمول عمومی پیدا بکنیم، اما بالاتر از اون فرمولی برش نداریم و فقط باید بر ذهن بسپاریم. نکته ای که باید اینجا خدمتتان در رابطه با ایزومیری ها بیان کنم، در صفحه 53 کتابتان در جدول برای شما داده یک جدولی هست، تعداد اتم های کربن، فرمول مولکولی و ایزومیری را مشخص. اما اینجا یک اشتباهی شده که اشتباه را لطفاً اصلاح بکنید. اشتباهی است که اولین ایزومیری را برای n مساوی 4 نوشته کرده که 3 ایزومیری شده و غلط هست. او برای n مساوی 5 هست، یعنی برای پنتان هست. برای n مساوی 4 2 ایزومیری داریم که در صفحه 52 کتابتان هم ذکر شده که بیوتان دارای 2 ایزومیری می باشد. درست شد؟ پس او را شما n مساوی 4 n مساوی 5 بکنید و انشالله که با استفاده از این فرمول شما میتونید ایزومیری ها را پیدا بکنید. شاگردای نازنین، نکته ای را انشالله که بعد اینجا خدمتتان عرض بکنم که همیشه شاخه های مستقیم نسبت به ایزومیری های خود، گفتیم نقطه جوش بالاتر و کثافت پایین تر دارم و امید ای را دارم که انشالله درس امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشه. مشکلی انشالله نیست درس امروز. یک کمک تمرین و یک کمک مرور معنی درس کار داره که شما بتونید مشکلاتتون رو برطرف بکنید. تا برنامه آینده که انشالله شما را سلامت و سرحال و با انرژی ببینم، خدا نگهدارتون.